وزارت کشور اوکراین روز شنبه اعلام کرد افراد مسلح دو اداره پلیس در شهر اسلوویانس تا 60 کیلومتری شهر دونتسک را تصرف کردند. این در حالی است که هنوز چند ساختمان دولتی در شهرهای دونتسک و لوهانسک در اشغال جدایی طلبان است. پیشتر دولت موقت اوکراین به هواداران روسیه هشدار داده بود تا روز جمعه سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند، در غیر این صورت دولت از زور استفاده خواهد کرد. با این حال کیف نه تنها به زور متوسل نشد، بلکه به جدایی طلبان امید داد با اصلاح قانون اساسی اوکراین مناطق شرقی قدرت بیشتری در اداره مناطق خود خواهند داشت. آرسن یاتسنیوک که روز جمعه به همراه برخی دیگر از مقام‌های ارشد دولتی اوکراین به دونتسک سفر کرده بود، به رهبران و مقام‌های دولت محلی در آن شهر گفت هدف اصلی دولت اوکراین پاسخ به خواست مردم در مناطق شرقی است. جدایی طلبان از سوی دیگر خواهان برگزاری یک همه پرسی برای الحاق دونتسک به روسیه مشابه همه پرسی کریمه هستند. آقای یاتسنیوک به مردم مناطق شرقی قول داد که هیچ کس اجازه نخواهد داشت برای محدود کردن استفاده از زبان روسی تلاش کند. هنوز مشخص نیست که پیشنهاد مصالحه از سوی کیف آیا به کاهش تنش ها منجر خواهد شد؟ روسیه روز جمعه گفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه برای گفتگو پیرامون بحران اوکراین با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفته است. به گفته کرملین آقای لاوروف به جان کری گفت واشنگتن باید از نفوذ بر رهبران اوکراین استفاده کند تا آنها به زور متوسل نشوند. لاوروف گفت واشنگتن باید کیف را تشویق کند که برای ایجاد شرایطی که اصلاح جامع قانون اساسی در آن ممکن شود با نمایندگان مناطق شرقی گفتگو کند. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر ساکنان مناطق شرقی اوکراین در سطح وسیعی با اقدام برای الحاق به روسیه مخالفند. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.